درود و سلام بر دوستان عزیز همراهان ایرانگرای نوین با رسوی تندرستی برای شما ها یک هفته بود که اینترنت نداشتم گوشی نداشتم و متاسفانه فرصت نشد جشن بزرگ سپند و مقدس و عزیز سده رو شادباش بگم به دوستان از همین وسیله و طریق دو جشن صده و جشن سپنگاند رو شاد باش میگم امیدوارم این دو جشن روز به روز زنده تر و بزرگتر بشه و جدی گرفته بشه و جدی گرفتن این جشن بسیار مهمه در دنیایی که گلوبالیسم سهیونسی و آمریکایی دنبال نابودی خورد فرنگا و فرنگای برتر کوهن هست ما باید به ریشای فرهنگی کوهنمون بیشتر بپردازیم و این جشن پاس داشت و بزرگ داشت. این جشن عبادت از جشن است از جمله جشن صده که از جشن بزرگ ایران است و جشن سپنگان که همون جشن بسیار کوانتر از این ولنتاین آمریکایی سهیونستی هست باید جدی گرفته بشه و من دوباره شاد باش میگم امیدوارم که ایران گرایی آمیخته باشد با بزرگ داشته این جشنها ایران باستان و بزرگترین ویژگی ایرانگرایی همین موضوعات فرهنگی ایرانگرایی است و از برادران زرتشتی میخوام که شجاعت و شهامت بخرج بدن، بدن گاهشماریشون رو با خیام تطویق بدن روزای سی یکم ماهی بهار و تابستان یا اسمی ندن یا اسم جدیدی بذارن تا جشنها به روزای خودش برگرده در مورد خبرها خبرهایی که هست اولا که دیدم این سلبریتی های زاده با لباس سیاه میان تا اشواره اولا که ما خواستن تعریم کنن غلطی نتونستن بکنن و تسلیتشون فقط واسه یه آدسه هواپیماست اونو که فهمیدن اشتباهان سپاه زده تو دو, دو سه روز اول نمیگفتند و هیچ خبری نبوده بعد بهانه برای حمله به سپاه پیدا کردن این وحشی ضد ایرانی ضد میهنی دست به کار شدن الان هم هیچ جا نمیرن شهادت بگن بابت سردار سلیمانی تمامی حرومزادا از شهادت سردار سلیمانی خوشحال هستن سلیبریتی ها پس خواهند داد این دولت نکبت خواهن حسن روحانی خواهد رفت و محاکمه خواهد شد و این مزدورهای های و سلیبریتی ها هم با اونها محاکمه خواهند شد دیدم که این خبرگزاری نکبت انگلیسی آمریکایی دارن به شدت در واقع کرونا رو هیولا نمایی میکنن من قبلا درست کردم یه برنامه گفتم دو ماه پیش یه ویروسی آمد شبیه به کرونا تو ایران 60 نفر رو کشت یعنی با توجه به جمعیت 80 میلیونی 60 نفر خیلی کشته زیاده بود ولی کسی ککش نگزید هیچ کس هم هیچی نگفت و این موجش هم رفت موجش دو هفته ای میره دو سه هفته ای. حالا این کشوری که یکونی میلیارد جمعیت داره تا حالا 300 نفر مورد این عملا از اون 60 که ایران کشته داد حتی کمتر هست حالا اینا میخوان این غربی های نکبت که چش ندارن چین رو ببینن از این تمدن شرق رو ببینن دارن اینو بزرگ میکنن هم کاسبی کنن هم تخریب بکنن هم اقتصاد چین رو ضربه بزنن و داستان های آخر زمانی و پایان زمانی و سهیونستی که دارند رو آب و تاب بدن و حالا دیدم که این بی بی سی و من و تو و, ای و ای اینا ایران رو حمله میکنن که چرا مسافر چینی رو میاری انتقال میدی چون شرکت ایچان ایران در چین رو کمک میکنه و شرکت هواپیمایی ایران مسافر چینی رو ترانزیت میکنن بعد این حرومزادا این لیبرال ها تخریب بکنن که چرا ایران داره چین رو کمک میکنه در حالی که این کشته ها از این ویروس های جنس آنفلانزا کشته طبیعیه و همه جا اتفاق میافته ما تا چین و چون که چینه میخوام بزرگش کنم به چین ضربه بزنم به اقتصاد چین ضربه بزنم و بیشتر دستگاه سیست... سیستمیک هالیوود گفتم هالیوود فقط در سینما نیست بلکه در خبرگزاری ها ما هالیوود و سناریو پردازی داریم حالا اینا دارن از این طریق سو استفاده میکنن این غربی های زاده در واقع دشمن تمدن های اصیل و کوهن هستن این غربی ها و این رسانه هاشون که به اینها میپردازن در مورد پرتاب ماور زفر من بارها گفتم از این کار حکومت و دولت خوشم نمیاد اینکه فقط در آستانه 22 بهمن یه موشک پرتاب بکنم برای تبلیغات و بهره‌برداری سیاسی و راهپیمایی این کار کار غلطیه فقط اونم از ایام دعیفش باید مشک پرتاب بکنید اونم که اخیراً هم که با این دولت نکبت رونی همش شکست خورده است سه تاش شکست خورده و نگرانی هست تا این دولت خائن است هیچ پرتاب موفق نداشته باشیم ما در زمینه پرتاب موشک و با نگرانی دنبال میکنیم این قضیه رو امیدواریم که از حالت سیاسی و پروپاگاندا و تبلیغی موضوعات فضایی ایران خارج بشه و موضوع علمی محض باشه نه اینکه از برابرداری سیاسی بکنیم و در واقع پرو پروپاگاندا نباید بشه همون اشتباهی که ناسا میکنه بلکه باید قضیه علمی یعنی صرف علمی باشه نکته دیگه که میخوام بگم دیگه دوستان ازم خواست که من از نظر بکنم یه مدت یه آقا پیدا شده برام ستاره شناس که با لجه ترکی صحبت میکنه تا اونم پرنده است در کشور ترکیه احتمالا یه در راجیفی میگه پیشبینی های میکنه و واسه سیزده پیش بینی کرده بود که جنگ میشه فلان میشه هیچ اتفاقی هم نیفتاد تمام پیش هاش هم غلط خوزعولات مزخرفات دکان خودش باز کرده ما رفتم دسته تا از این کامنت اولا کامنت هایی که استاد استاد به به می چه و جواب میداد دوست در سال منطقی که کردم هیچ وقت جواب نمیداد معلوم آدم کلاش و شیادی هست معلومه که تفکرات پان و ضد ایرانی داره چون خیلی مایله که ایران تجزیه بشه و حرفایی که میزنه به اسرائیل بزرگ اعتقاد داره و مزخرفات شهر پترا اینکه مکه جلیه نمیدارم که این آقای عبدالله ابن زبیر گرفته مکه رو از پترا اردن به مکه انتقال داده خود زعبالات دو تا از این مستندهای سهیمستی رو دیده باور کرده و تمام پیشبینی هایی که میکنه در مورد این علم اعداد و این زودیاک اینا گفتم که اینها در گذشته علمی بوده و تعبیر از اینا میتونه خیلی متفاوت باشه کس میتونه تعبیر و تفسیر متفاوت داشته باشه از علم زودیاک همین همین ها زودیاکی ها خوص پرویز بدبخ کردن خصوص پرویز هم یادم خرافاتی بود چشم دهنش ایک سر دائم به این تفسیر کننده و معبرهای های زودیاک بوده باشه تصمیم غلط بگیره و آخر همون اشتباهاتی که خصوص پرویز گرفته در از بین بردن امپراتوری هیره باعث شد که کشور در ممال عرب ها آسیب شد و کشور از بین رفت همین این آقا هم حرفا که داره میزنه خوزه اولات مزغرفات سواد نداره یه مقدار علاقه داشته نسبت به علم زودیاک و ستاره شناسی اینا چرت پرد داره میگه بسیار زیاد جدی نگیرید طرفاشو خلقیات ضد ایرانی و ضد دینی و ضد شیعی در روش مشهود است و چرت پرت هم داره میگه یعنی شعر وره اصلا وقتتون رو هدر ندید واسه این آقا هرچند گفتم که اصلش علم بوده در کاهن و باستان ولی هر کس میتونه کنار قرار گرفتن اولا که اینا کنار هم قرار گرفتن اینا دقیق نیست از نظر مختصاتی دوم توابیرش هم بسیار مختلفه هر کس میتونه از زری بزنه اصولا هر کسی تاریخ تعیین میکنه واسه هر پیش بینی میکنه هر چیزی و آدم کلاشی مگر اینکه اون پیش بینی چارچوب منطقی و علمی داشته باشه و اینطور باشه نه اینکه مالی و توهمی باشه طرف این آقا در کل جواب من اینه که جدی نگیرید خوزعبالات میگه غیر علمی میگه ضد ایرانی میگه و زد دینی میگه پاینده ایران و بدرود